سایت اینترنتی مشهد فیلم بر روی داستانی از آگاتا کریستی با شرکت بری فیتزجرالد، والتر یوستن، لوئیس هایوارد و کارگردان رون اکلر چیجوی ساکتی؟ بله خانم، حق با شماست. خیلی ساکته. حمام شما اونجاست خانم. مثل این که حمام من و شما مشترکی. بهتر خودم رو معرفی کنم. من برا کلیتونم. This is our secretary. منم امیلی برنتم.
دیگه چیزی لازم ندارین خانم؟ نه، فقط میخوام خانم رو ببینم. من منشی جدید خانم اوون هستم. فکر میکردم شما میدونی. نه خانم، من هیچی نمیدونم. فقط لیست خانم‌ها و آقایونی رو که برای تعطیلات دعوت شدن دارم. خانم اوون اسم از من نبردن؟ من هنوز خانم اوون رو ندیدم. خودمون چند روز پیش اومدیم اینجا. اینجا خونه بزرگیه. کی اینجا زندگی میکنه؟ فقط من و شوهرم راجرز. آقای اوون خبر دارن ما رسیدیم. ایشون هنوز نیومدن آقا. خانم اوون کجا هستن؟ اصلا دم دیر راه افتادم قربان. به من نامه نوشتن برای شام میرسن اینجا حدود ساعت 8. ما تو ایرلند یه شوخی داریم راجبه دوتا انگلیسی که 3 سال در یک جزیره دور افتاده گیر کرده بودن و هیچ وقتم با هم حرف نزدن، برای اینکه به هم معرفی نشده بودن. من انگلیسی نیستم، اسمم پرنس نیکیتا سلوفه. بهم بگی نیکی. خب بنگار داره درست میشه آقایون. منم قاضی کننم. از ملاقاتتون خوشبختم. منم دکتر آرمسترانگ هستم. اسم منم لومبارده، فیلیپ لومبارد. منم جنرال منریکم. سرجان منریک، درسته جنرال؟ چند سال قبل منو برای معاینه خواسته بودین. خانمتون بیمار بودن. خانم من مرده آقا. اگه آقایون میل داشته باشن همراه من بیان، اتاقا رو نشون میدم. انگار اسم شما رو درست نشنیدم. بلو. بلو؟ ویلیام هنری بلو. فیلیپ لومبارد. مثل اینکه کیپتون عوض شده. شما خیلی تیزبین هستین. سی ام چارلز مولین، از دوستان قدیمیمه. از سلیقش خوشم میاد، گاهی لباساش هم میپوشم. معذرت میخوام دکتر، خیال کردم در قفسه است. مثل اینکه حمام ما مشترکه. آه راستی، من هیچ نمیدونستم. بدترین عذاب برام وقتیه که باید برای شام خوردن لباس بپوشم. اجازه بدید کمک متشکرم. شما متوجه وضع جزیره نشدین؟ چیز خاصی ندیدم. به نظر من که خیلی مرموز اومد. بله، آدم حس میکنه به آخر دنیا رسیده. میخواین روزهای آخر زندگیتون اینجا باشه؟ نه متشکرم، فکر میکنم این چند روزم زیاد باشه. خب شایدم واقعا خیالتی باشم، حالت خیلی عجیبی دارم. تازگی خیلی بی‌حوصله شدم چون نمیتونم با حقایق روبرو بشم. علاجش چیه؟ برای خودم قصه میگم، اطراف خودم حسارای خیالی میسازم. شما هم به دارو زیاد اعتقادی ندارین؟ شما قاضی ها به عدالت معتقدید؟ آقای بلو؟ بله؟ حمام در اختیارتونه. فکر میکنی اونا احمق؟ همینم از سرشون زیاده. اتل چرا دیگه ماتت برده؟ جمعش کن. امروز صبح زمین ها رو شستی؟ تو فکر میکنی من وقت همه کاری رو دارم؟ آدم نباید این همه مهمون دعوت کنه. وقتی آقای اوین اومد باش حرف میزنم. بهش بگو ما میریم. آژانس به ما نگفته بود این خونه اینقدر بزرگه و کسی هم توش نیست. تو که میدونستی تو جزیره است. ولی اینجا فقط یه خونه است. منو ناراحت میکنه. بیا. یه خود خاک کارشون نمیکنه. بالاخره آدم از خاک اومده و به خاک هم برمیگرده. Ladies and gentlemen, may I propose a toast to our gracious hostess, Mrs. Owen.
Doctor, I saw you. You drank water. It's bad luck. Water never hurt anyone, sir. Especially in my profession. Don't forget the old proverb, Doctor. Never trust a man who doesn't drink. Sounds like the Bible. Great book. And now I give you our charming host, Mr. Owen. Jolly good fellow. And I hope, sir, that will conclude all possible toasts. ببینم میس کلیتون چرا به اینجا میگن جزیره سرخپوستا؟ من نمیدونم. ببخشید قربان، شنیدم دلیلش اینه که جزیره شکل سر یک سرخپوسته. حالا فلسفه این سرخپوستا رو فهمیدم. We are not out of toast, sir. I drink to the Indians, each little Indian individually. 6, 7, 8, 9, 10 سرخپوست کوچولو. 10 سرخپوست کوچولو منو یاد یه شعر میندازه. 10 سرخپوست کوچولو رفتن غذا بخورن، یکیشون از دست رفتن، 9 تاشون موندن. آه بیچاره اون یکی. Here's to him. بقیهشون چی کار کردن؟ 9 سرخپوست کوچولو تا دیر وقت نشستن، یکیشون خوابش برد و بعد 8 تاشون. بعدش چیشون؟ شعر و نوتش روی پیانوه. ظاهرن میزبانمون خیلی به سرخپوست علاقمنده. In Devon, one said he'd stay right there, and then there were 7 little Indian boys chopping up some sticks, till one chopped himself in half, and then there were 6. 6 little Indian boys playing with a hive, a bumblebee stung one of them, and then there were 5. 5 little Indian boys going in for law. Now one got enchantery, and then there were 4. 4 little Indian boys going out to sea. A red herring swallowed one, and then there were 3. 3 little Indian boys walking in the snow. A big bear hugged one, and then there was... The place for nursery rhymes is in the nursery. Don't worry, Judge. He's down to the last Indian. 2 little Indian boys sitting in the sun. One got all frizzled up, and then there was 1. 1 little Indian boy left all alone. Какой ужас. So he went and hanged himself, and then there were none. لطفاً سکوت کنید. خانم ها و آقای، میزبان شما آقای اوون صحبت میکنه. شما متهم به جرائم زیر هستین. جنرال سر جان مندریک، شما عمدن معشوق همسرتون آرتور میکسفیلد رو به قتل رسوندین. امیلی برنت، شما باعث مرگ برادرزادتون پیتر برنت شدین. دکتر ادوارد جی آرمسترانگ، شما در حال گیجی باعث قتل خانم مری کریز شدین. پرنس نیکیتا استارلوف، شما متهم به قتل فرد و لوسی مارلو هستین. ویرا کلیتون، شما نامزد خواهرتون ریچارد بارکلی رو کشتین. قاضی فرانسیس جی کوین کنن، شما متهم به دار زدن شخصی هستین به نام ادوارد سیتون. فیلیپ لومبارد، شما باعث قتل 21 نفر اعضای یک قبیله آفریقایی بودین. ویلیام اچ برو، شما با شهادت دروغ باعث اعدام جیمز لاندو شدین. توماس و اتل راجرز، شما ارباب سابق خودتون خانم جنیفر بریدی رو به قتل رسوندین. شما فراریان از چنگال عدالت در دفاع از خودتون حرفی دارین؟ لطفاً سکوت کنید. خانم ها و آقایان،
میزبان شما آقای عبد. معلومه اینجا چه خبره؟ این دیگه چه جور شوخی مسخره ایه؟ همش روی زبان. اینا همش دروغه. روش نوشته نغمه قو. این سفر رو کی گذاشت روی گرامافون؟ آفون؟ من گذاشتم قربان. چرا؟ من که نمیدونستم چیه. من گذاشتم قربان. من فقط دستورات رو اجرا میکردم. دستورات کیو؟ آقای اوون. خب بیاین این موضوع رو روشن کنیم. دستورات آقای اوون دقیقا چی بود؟ باید سفر رو سر ساعت 9 راه میانداختم. درش بسته بود. من فکر میکردم فقط یه قطعه موسیقیه. باور کنید آقا، نامه آقای اوون پیشمه. از زنم هم بپرسید. چند دفعه گفتم نباید بیاین اینجا. من میخوام برم. من به اون پول دست نمیزنم. خفه شو. فعلا بهتره زن تو برگردونی به اتاقش. آقش ممکنه یه لحظه توجه کنی. نامه‌ای که به راجرز نوشته شده به امضای یو ان اوونه. باید اعتراف کنم که من ایشون رو شخصا نمی‌شناسم. آقای اوون چه جور مردیه؟ کی اونو می‌شناسه؟ اومدیم خونه که صاحب خونه‌شو نمی‌شناسین. خود شما چی؟ با شما هم پرابلم. در مورد من فرق می‌کنه. آخه من مهمان حرفه‌ای هستم. کاش نیومده بودیم اینجا. ساکت رو اتل. من میدونستم بالاخره یه نفر این جریان رو میفهمه. بهتم گفتم. زنم داره حسیون میگه دکتر. بله ظاهرن بهش شوک وارد شده. بیا این مسکن رو بهش بده. 10 قطره توی نصف لیوان آب. بله. اگه خوابش نبرد 2 ساعت دیگه بازم بهش بده. بله. فکر میکنم خوابش ببره دکتر. دکتر آرمسترانگ، ما تو این فاصله از همه سوالاتی کردیم به جز شما. شما به چه دلیل اومدین اینجا؟ والا راستش من از نظر حرفه‌ای اومدم اینجا. یه دعوتنامه از طرف آقای اوون برام رسید که بیام اینجا و آخر هفته رو مهمونشون باشم و ترزم همسرشونم که بیماره و نمیره پیش دکتر معاینه کنم. پس بذار این جریان رو خلاصه کنم. همه ی ما نامه هایی از دوستان نزدیکمون دریافت کردیم که ازمون خواستن چند روزی رو اینجا پیش دوستان اونها یعنی خانواده اوون بگذرونیم. میس کلیتون به وسیله یه آژانس استخدام شده و قرار بود برای خانم اوون کار کنه. فقط نامه ای که به آقای لومبارد رسیده مستقیما از طرف آقای اوون بوده. خیلی عجیبه. حتی بهتر عرض کنم مشکوک. نظر خودتون چیه؟ به نظر من تنها کسی که برای حضورش توضیحی نداده این آقاست. حالا که به اینجا رسیده بهتره دیگه چیزی رو قایم نکنم. من برای کار اومدم اینجا. استخدام شدم. به وسیله چی؟ آقای اوون. خودشو دیدین؟ نه، فقط اینو با حواله پول برام فرستاد. میخواست توی مهمونی باشم و از مهموناش مواظبت کنم. من کارآگاه خصوصی هستم. کارت شناسایی هم دارم. ببینیم قاضی، در تمام این نامه ها میزبانمون امضا کرده یو ان اوون. یو ان اوون ناشناس؟ بله، این آقای ناشناس نه تنها هویت خودش از ما مخفی کرده بلکه تحقیقات زیادی هم راجع به ما کرده. آقای اوون دروغ میگه. این آدم دیوانه. چطور؟ گوش کنین دوستان، اتفاقا این اتهامات درسته. الان یادم اومد، 1 سال قبل 2 نفر توی جاده بودن و سرعت منم زیاد و زیاد و زیادتر میشد. بعدش چی شد؟ تصدیق رانندگیمو گرفتن. اون 2 نفر چی شدن؟ رفتم زیر ماشینم. من خیلی بد آوردم. هنوزم نمیفهمم میزبان ناشناس ما برای چی هممونو اینجا جمع کرده. من فکر میکنم این آدم از نظر روانی متعادل نیست. شایدم خطرناک باشه. در این صورت هرچی زودتر باید اینجا رو ترک کنیم. باهاتون موافقم. بجز چه میتونیم یه قایق پیدا کنیم؟ نمیدونم قربان، اینجا تلفن نیست. قایقم فقط هفته 2 بار میاد. تا دوشنبه پیداش نمیشه. امروز تازه جمعه است.
قایق دیگه ای نیست؟ خیر قربان. برای چی از اینجا بریم دوستم؟ عوضش بین تطوی قضیه رو در بیاریم. سرگرم کننده است. معرکه است. بعضی وقت آدم حس میکنه هر تلاشی هم بکنه چیزی دستگیرش نمیشه. مغز حقوقی شما کنجکاوی خودشو از دست داده؟ من به جنایت علاقمندم آقای قاضی. May I propose a toast? Here is to crime. کاملا حقش بود. Drink like an animal. What'd you say? تکون نمیخوره. فقط یه مستی ساده است. فقط که مرگ ساده. دکتر چی گفت؟ مرده. چی؟ به چی داری نگاه میکنی راجرز؟ این شکسته آقا. آفرین که انقدر مواظب اموال آقای اوبن هست. ولی آقای اوبن صاحبخونه نیستند. اینجا رو 3 ماهه اجاره کردن. پس تو خیلی چیزا میدونی. خب بگو ببینم راجرز، مطمئنی کس دیگه ای تو این جزیره نیست؟ حاضرم قسم بخورم آقا. حرف تو باور میکنم راجرز، ولی فکر میکنم پلیس هم ازت تحقیقاتی بکنه. بهش دست نزنیم. فکر کردم شما رفتین بخوابین آقای بلو. ما کاراگاه معمولا دستمونو پیش کسی رو نمی کنیم. شاید شما دکترام همینطوری. چرا نمیخواین به این لیوان دست بزنم؟ فقط محض احتیاط دکتر، نمیخوام اثر انگشتتون روش بمونه. گوش کنیم. مخلول نیتروه. کاملا مطمئنی؟ منم توی کارم به اندازه شما واردم. دکتر آرمسترانگ. چی شده رجز؟ حال زنم بده، میتونید بیاید معاینش کنید؟ برو. اومدم. صبح بخیر خانم برت. امیدوارم بهتر از من خوابیده باشی. اتفاقا خیلی هم خوب خوابیدم. آخه من که وجدانم ناراحت نیست. صبح بخیر جنرال. صبح بخیر جنرال منریک. بله جولیت. معذرت میخوام خانم، داشتم به زنم فکر میکردم. صبح بخیر میس کلیتون. با صبحونه چطورین؟ اجازه میدیم با همین لباس بیام؟ صبح بخیر قاضی. صبح بخیر خانم برند. صبح بخیر. از چیزی ناراحت شدیم؟ هیچ سردر نمیارم. نفهمیدم از چی سردر نمیارم. اون سرخ پوستا دیشب چند تا بودن؟ 10 تا. درسته. راجرز گفت یکیشون شکسته، یعنی بعد از اون اتفاق. حالا چند تا میبینین؟ 8 تا. فقط 8 تا؟ میخواین بازم بشمارین؟ این چینی ها ظریفه، تا دست بهش بخوره میشکنه. بیای صبحونه بخوریم. متاسفانه باید از صبحونه صرف نظر بکنید. خانم راجرز توی خواب مرد. چی گفتی؟ چطوری؟ قلبش؟ قلبش از کار ایستاده بود، ولی علتش چی بوده نتونستم تشخیص بدم. وجدان؟
وجدان چیه؟ بعد از شوهرش پرسید. از ترس داشت میمرد، حتی نمیتونست حرف بزنه. متاسفم که امروز صبحانه حاضر نیست، ولی زنم اشکالی نداره. راجرز، مگه شما الان نگفتید راجرز مرده؟ خانم راجرز. ها؟ زنش. زنش؟ نه 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 نه، من فکر نمی کنم هیچ مردی زن خودشو بکشه، حالا هر چقدر زنه گناهکار باشه. سرنوشت چه کارا که نمی کنه. یعنی دوتا مرگ اتفاقی ظرف 12 ساعت؟ من که باور نمی کنم. حق با شماست. نظر شما چیه قضیه؟ دنباله اون شعر شما چی بود میس کلیتون؟ 10 سرخ‌پوست کوچولو. یکیشون از دست رفت و 9 تا شدن. آها، ادامه بدید لطفاً. مشهد. یکیشون خوابش برد و بعد 8 تا شدن. ما الان تو این جزیره 8 نفریم. عجله‌ای ندارم. من جریانو فهمیدم. کدوم جریانو؟ آبم یه چیز فراموش کرده. اون برای جزیره تخت سنگ بزرگیه که واسه یه دیرون مخفیگاه خوبیه. هیچ بعید نیست اون راجرز با هم همدست باشه. یعنی راجرز داره دروغ میگه؟ خب معلومه، نمیبینی چقدر تاثیره، نمیتونه اعصابش کنترل کنه. برای همینم قدرت گفتن حقیقت رو نداره. دیوونه ای مثل داون میتونسته قبل از رسیدن راجرز به اینجا مخفی شده باشه. اول باید بفهمیم راجرز دروغ میگه یا نه. حتما تو هم قبول داری که آقای اوبن توی این جزیره است، نه؟ ولی بدون اصله این نزدیک شدن بهش خطرناکه. آره، حیف که ما انگلیسی ها حق هم به سلام هم اینجور موقع هم معلوم شد چقدر بدن میکنه. بس تو هم افتیری چیزی نداری ها؟ میدونی شاید عجیب باشه، ولی منم به همون نتیجه رسیدم که تو رسیدی. اوبن یه جا قایم شده، شاید هم تو همی خونه. اگه تو خونه باشه پیدا کردن زیاد هم آسون نیست. نتیجه باشه خونه خودشه و بلد کجا قایم بشه. انگار یه نفر این دوره براست و مواسه بمونه. بالا چی میگردین؟ انگار صدای از اونجا شنیدم. آقایون، من به این نتیجه رسیدم که آقای اوون نامرئی یه جایی تو همین جزیره مخفی شده. خیلی جالبه. منم دنبال شما میگشتم که همین رو بهتون بگم. نظر منم همینه. منم همینطور. پس نظر همتون یکیه. ما باید مخفیگاه این آدم رو پیدا کنیم. خیلی هم زود. تا وقتی این دیوانه آزاد بشه هممون در خطر هستیم. این صدا رو شنیدی؟ سلام کوچولو. دنبال موش میگردی؟ ما هم همینطور. چیزی که خیلی دلم بخواد بدونم اینه که ما گربه ایم یا موش. ما الان تو اتاق جنرال بودم، نتونستم پیداش کنم. شما نمیدونین کجاست؟ نمیدونم، توی وقت شاید خودشم ندونه کجاست. جنازه روسه است. یاد اون آهنگی افتادم که دیروز درست قبل از اینکه بمیره داشت. شعر ده صفر؟ آره. به هر حال اسمش نغمه خون نیست. حالا از یک چیز مطمئنی، اوون توی خونه نیست، پس باید بیرون خونه باشه. آفرین به هوشه.
فکر میکنم بهتر منتظر قایق نباشیم تا دوشنبه نمیاد. هیچ قایقی نمیاد اینجا جولیت، ما باید همینجا بمونیم. چرا عاشق اون مرد شدی جولیت؟ سیر جان منو ببخش دختر جان، با تو نبودم. کس نیست؟ اون برم کسی نیست، حتی مخفیگاهی هم نیست. مرغ دریایی هم نمیتونه اینجا مخفی بشه. من که سر در نمیارم. شاید ما اشتباه کردیم، ممکنه همه اینا ساخته خیالاتمون باشه. ولی مرگ اون دو نفر نمیتونه خیالات باشه. اون روسه شاید خودکشی کرده. خانم راجل چی؟ خب شما که دیشب دوای زیادی بهش ندادین دکتر. هیچ دکتری نمیتونه از اینجور اشتباه ها بکنه. همچین اشتباهی فقط از کارگاه برمیاد. ولی دکتر از کجا معلوم که این عمل شما اصولا اشتباه بوده؟ آقایون الان که وقت جر رو بس نیست. باید قبول که توی تله افتادی. اون 10 تا سرخپوست میز نهار خوری رم نباید فراموش. درستم، حتما خود اوون اونا رو میشکنه. بله، ولی این اوون لعنتی خودش کدوم گوریه؟ اگه آقای اوون توی جزیره باشه سینه پلو گیرشون نزنه. انگار شوخی بامزهیه، ولی من که نکتهشو نگرفتم. اگه هممون سکوت کنیم صدای عطسشو میشنفیم. برا بابا باید ببخشید، فقط گوشت سرد و سالاد داریم، چیز دیگه ای نتونستم درست کنم. راجرز، ما امروز فقط 7 نفریم. معذرت میخوام. جنرالو صدا کردی؟ والا رفتم دم اتاقشون ولی اونجا نبودن. یعنی هنوز برنگشته؟ من ندیدم برگرده. ژنرال کنار دریا نشسته و توی فکر فرو رفته. به نظر غیر عادی میاد. من میدونم کجاست. شما همینجا بمونید میس کلیتون. انگار شما گفتید رفتار ژنرال به نظرتون عجیب اومده. اصلا حواسش سر جاش نبود. یعنی میخواین بگین مثل دیوانه ها؟ درسته، پیرمرد پاک دیوانه است. مشیت الهی تدبیر بردار نیست. خب مگه ما دنبال یه دیوانه نمیگردیم؟ به من گفت هیچ وقت قایقی نمیاد. بس یه چیزایی میدونه، شاید انقدرام که ما خیال میکنیم ساده نباشه. دکتر بهتره همراه من بیاین. منتظر ما نشین دیگه، منتظر ژنرال هم نباشین. پویزن گلاس میتونسته خودکشی باشه. مصرف زیاد دارو هم شاید تصادفی بوده، ولی این وسیله که خودتون دیدین از بدن قربانی سوم خارج کردن فقط یک معنا داره: قتل. مشیت خدا. والا خانم، تا اونجا که من متوجه شدم گاهی خدا بندگانش و وسیله بندگانش مجازات میکنه. ظاهرن آقای اوون معتقده ما هر کدوم متهم به جنایتی هستیم که از چشم قانون دور مونده و حالا خود این آدم میخواد عدالت رو اجرا کنه. بله، و به همین دلیل هم ما رو کشونده به این جزیره. ولی هیچ کس توی این جزیره نیست. بازم بهتون میگم هیچ کس نیست. دکتر آرمستان جان. چی شده راجرز؟ یکی دیگه از مجسمه‌های سرخپوستا شکسته. نشون دهنده مرگ ژنرال. من انتظارشو داشتم. شما هم الان گفتین کسی تو این جزیره نیست، ولی این نظر شما درست نیست. حالا من دیگه مطمئنم آقای اوون توی همین جزیره است. چطور میتونه؟ من به وجود مرد نامرئی اعتقاد ندارم. اون نامرئی نیست. آقای اوون فقط از یک راه میتونسته بیاد به این جزیره، با یک قایق. آقای اوون یکی از ما هست. آقای اوون Thank you.
حالا چه اصراریه؟ میخوام طرح آقای آوین رو مطالعه بکنم. شاید تو بدونی جنرال چطوری کشته شده. آقای بلو، مگه سواد نداری؟ 8 تا پوست کوچولو سفر کردم به نشا، یکیشون همونجا موند و شدن 7 تا. جنرال میگفت همینجا میمونه، درسته؟ مزاحم بازی شما که نیست؟ نه بدن بدون، نه. جزئیات دقیق این نقشه منو متحیر کرده. مقصدتون کدوم نقشه است؟ من و دکتر داریم مورد اختلاف نظر داریم. من معتقدم نقشه اوبن بیشتر یه بازی فکریه. اینا ماییم. ما 8 نفر بودیم که اومدیم تو این جزیره. راجر و زنش منتظرمون بودن. یادتون نره منتظر بودن. یکی از این 10 نفر آقای اوبنه. من تا اینجا شما موافقم. از بین ما 10 نفر 3 نفر به طور قطع کشته شدن. کیا مردن؟ اون مرده ها؟ دوست روسمون، خانم راجرز و جنرال. 7 تا سرخپوست کوچولو موندن. 6 تا. یکی شاهده. درسته دکتر. یکی از ماها آقای اوونه. کدوم یکی؟ از کجا که شما نباشید؟ من مثل شما نیستم آقای بلو، توی کار خودم اسم و رسم میدارم. ولی داشتن اسم و رسم چیزی رو ثابت نمیکنه. خب خود منم آدم معروفی هستم، دلیل نداره هیچ دکتری دیوانه نشه. قاضی هم دیوانه میشن، همینطورم افراد پلیس، حتی کاشفا مستثنا نیستن. آقای لوفر با شماست. چرا میس کلیتون از قلم انداختین؟ خود شما چطور خانم؟ من معتقدم هیچ کس نباید بدون دلیل منطقی متهم بشه. آه راجرز چی؟ درسته، شاید راجرز خودش این خونه را اجاره کرده و حالا وانمود میکنه که مستخدمه. منم تو همین فکر بودم. ما راجع بهش چی میدونیم؟ فقط میدونیم قبل از همه ما اینجا بوده. نه 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 نه، از نظر روانشناسی درست نیست. راجرز رو با کمال اطمینان میشه کنار گذاشت. من که دلیلی نمیدونم. به شکل جمجمش نگاه کنید، مغز این کارا رو نداره. یه چیز دیگرم فراموش کردید آقایون، زن منم یکی از قربانی ها بوده. من خودم تو حرفه خودم خیلی شوهرها رو دیدم که متهم به قتل همسرشون شده بودن. خب اگه اینطور میفرمایید قربان، هر کسی ممکنه گاهی دیوونه بشه. ما باید به تمام کسانی که اینجا هستن زنین باشیم. من از همه میخوام از خودشون محافظت کنن، وگرنه هممون باید همین راهو بریم. با اون وقت آقای اوبن به منظوری که داشته میرسه و در این جزیره میمونه. میبکار میس کلیتون، ناراحت نیستین از اینکه بقیه فکر کنن الان موقع این کار نیست؟ از سکوت خسته شدم، باید یک کاری میکردم. بازم بزنی. اگه خیالتون راحت میکنه، تنها کسی که بهش زنی نیستم شما. متشکرم. نمیخوین جواب تعارفمو بدین؟ من هنوز راجع به شما فکری نکردم آقای لومبارد. شما به چی زنین هستید؟ اون که کنار بخاریه. فکر میکنم شما اشتباه میکنید. خب پس کی؟ مردی شما معتقد به مجازات گناهکارانه؟ این فکر توی خونه شب. این نقش به قاضی بیشتر میخوره. این نقش به قاضی بیشتر میخوره. راجرز، من میخوام چند تا سوال از تو بکنم. این تو نبودی که برای شام چیزی درست کردی؟ فقط گوشت سرد قربان. صحیح، مطمئنم تو سعی خودتو میکنی. راستی
ما به اندازه کافی غذا داریم؟ بله قربان، همه چی قبلا تهیه شده. آقای بلو اجازه میدید منم سوالی ازتون بکنم؟ البته البته دوست عزیز. امشب برای شام چند نفر هستین؟ ولی فهمیدم منظورت چیه. In a case like this, a secret vote is the only way to bring out into the open what we're all thinking. No, never touch it, no. But under the circumstances. حالا ببینیم به نظر ماها آقای اوون کیه. آقای لومبارد یک رای. آقای بلو یک رای. دکتر آرمسترانگ یک رای. راجرز یک رای. خانم برنت یک رای. میبینم که منم از قلم نیفتادم. یک رای. یک رأی دیگه هم برای تو راجرز، تو بردی؟ یعنی میخواید بگید قربان من متهم شدم؟ البته اسم اینو نمیشه گذاشت اکثریت، ولی رأیت از بقیه بیشتره. شما من متهم کردید چون یه مستخدم سادم. You said I didn't have the brains to do it. I didn't vote for you, Rogers. Well, who did then? But who didn't drink the cocktails you just served? You think I poisoned those cocktails? الان نشونتون میدم. Picking on an innocent man. I can't touch even a drop of alcohol. And if that's what you think of me, I'm not going to serve any dinner. Oh, why? Look up. اینقدر قیافه ناراحت به خودت نگیر راجرز. کار هیچ کس نمیتونست باشه جز شما. متاسفم راجرز، ولی از کجا معلوم که تو هم به من رأی ندادم؟ من به شما رأی ندادم، رأی من به اسم. خب بالاخره معلوم میشه. به هر حال راجرز باید به همه توی این خونه زنین بود. من تا حالا تو عمرم متهم به جنایتی نشده بودم قربان. راجب صفحه گرامافون چی میگی؟ خب چی بگم؟ اون زنی که براش کار میکردین برای تو زنت ارث گذاشته بود؟ قیافه تو این شده به خودت نگیر راجرز. خب اون زن مریض بود، شاید تو سعی کردی زجرشو تو این دنیا کم کنی ها؟ که خب تو این جریان همدستم داشتی، زن مرحوم خودت. من نمیخوام با شما جر و بس کنم آقا، ولی چه دلیلی داره برم کسی رو بکشم که میدونم برام پولی ارث نمیذاره؟ نه متشکرم. معذرت میخوام. مسلماً تمام شب رو نمیشه اینجا گذروند. من میرم استراحت کنم. شب بخیر. فکر میکنم منم بهتر خداحافظی کنم. اگه ناراحت نمیشی میس کلیتون، من ترجیح میدم تنها برم بالا. چطوره بهتون یادآوری کنم من تنها کسی هستم که اسمم توی اون رای گیری در نیامد؟ این چی ثابت میکنه؟ حقایق از این چیزا به مراتب پیچیده تری. چطوره منم به عنوان شخص سوم همراهتون بیام؟ منم بهتره برم بالا. من با تو میام. هرچه بیشتر بهتر و مطمئن تر.
انگار اینجا خیلی گرمه. بله حق با شماست، خیلی گرمه و ساکت. بله بله ساکته، خیلی هم ساکته. راجرز. بله آقا. میشه خواهش کنم یه دقیقه برای ما بمونی؟ هر جور بفرمایید. فرما Don't put any water in. I shan't, sir. شب بخیر میس کلیتون. در اتاقتون رو قفل کنین. در رو شیتون نمیشه بست. اینطوری دیگه کسی نمیتونه وارد اتاقشون بشه. خدا کنه قفلاش محکم باشه. به هر حال تو که قفلاش نمیشکنی. نه ولی فکر کنم در توالت رو قفل بکنم. میخواید در توالت طرف اتاق تو رو قفل کنم؟ فعلا احساس ناامنی نمی کنم. Thank you. Have you told him? Yes, sir. I know the jury's decision. You'd feel safer if I didn't stay inside the house tonight. Well, then, I shall sleep in the woodshed. And now, if you'll excuse me, good night. این درم قفل میکنه. این کار کافی نیست آقای بلو. هنوز هفت است. اون درم قفل کنی. کلیدو بذارید اونجا. امیدوارم امشب دیگه سرخپوستی نشکنه. لطفاً قفلش کنید آقای بلو. صبر کنید. حالا هیچ کس نمیتونه بره اون تو جز شما. درسته. ولی این کلید کی نگه داره؟ راجرز؟ در رو باز کن راجرز. از پشت در برو کنم. منم لومبارد، در رو باز کن. منو اینقدر احمق حساب کردید آقای لومبارد؟ احمق نشو راجرز. خودتون احمق نشید آقا. من قاضی کننم. منو نمیشتسی راجرز. دکتر آرمسترانگ. من بلوم. در رو باز کن. در رو باز کن راجرز. خودتون رو خسته نکنید. من این در رو باز نمی کنم حتی اگه پشتش بابا باشه. ما فقط میخوام یک کلید بهت بدیم. برای چی؟ اینقدر سوال نکن. در رو باز کن. داره بارون میاد. محاله. از زیر در بندازینش تو. شب بخیر راجرز. گفت نگه رو باز نکن. نگران من نباشین آقا. مواظب باشین قاضی. نه مواظب نه. میدونین سرماخوردگی عادی بیشتر آدم میکشه تا بگذاریم. بازم میگم در اتاقاتونو قفل کنید. یه صندلی هم بذارین زیر قفلش که دیگه هیچ جوری از بیرون باز نشه. اگه اتفاقا یکی از شماها آقای آبن هستین باید بهتون بگم خواب من خیلی سبکه. شب بخیر. شب بخیر لومبر. امیدوارم خوب بتونین بخوابین. شب بخیر. شب بخیر. خانم برند؟ خانم برند؟ جواب نمیده. در قفله؟ معلومه. بیا خودت ببین. اینجا هم که نیست. تو خیلی سریع انتقالی آقای بلو.
چی شده آقای لومبارد؟ حالا برند گم شده. من خیلی درد زدم ولی کسی جواب نمیده. آخه این موقع کجا رفت؟ ما هم که خوابمون برده. من صدای پاشو شنیدم، داشت میرفت پایین. من دیشب اون درو قفل کرده بودم. کی بازش کرده؟ اونجا رو. صبح بخیر. اینا رو از دریا گرفتم، از هرش برای بافتنی استفاده میکنم. وقتی میرفتیم بیرون اون در قفل بود. بله من بازش کردم. تو بخیر خانم برند، منم پیاده روی قبل از صبحونه رو دوست دارم، ولی نباید تنها میرفتیم بیرون. وقتی تنها بیشتر احساس امنیت میکنم. متشکرم. به من مربوط نیست، ولی مگه نمیدونستین راجرز بیرونه؟ بیچاره، خدا کنه که سرما نخورده باشه. چی بود؟ یه نفر در میزنه. کی میتونه باشه؟ راجرز دیگه، خب معلومه میخواد بیاد تو. از دست صابونه رو فراموش کرده بوده. از کجاست؟ یه نفر داشت در میزد. راجرز؟ من قاتل رو پیدا کردم، خود راجرزه. از نظر روانی هم جور در میاد. رفتار دیشب راجرز کاملا غیر عادی بود. من از روانشناسی چیزی نمیفهمم، فقط حقایق رو میبینم. راجرز بیشتر از همه رای آوردین. یکی در انباری رو نمیخواست باز کنه. بس کرد، در انباری رو نمیخواست باز کنه. درسته؟ مستی که از سرش پریده، فهمیده داره مچش باز میشه، فرار کرده. بس. یه حقیقت دیگر در مورد راجرز ندیدی گرفتین. مرده. حالت قتل این بوده. قاتل بعد از کشته شدن قربانی تبر رو پاک کرده، اینطور که معلومه از پشت سر اومده، تبر رو برده بالای سرش و محکم فرود آورده و مخش رو داغون کرده. هفت سرخ پوست کوچولو داشتن هیزم میشکستن، اون وقت تبر خورد به یکیشون و شش تا شدن. دکتر، زدن اون ضربه احتیاج به قدرت زیادی داشته؟ والا از یه زنم برمی اومده. منظورتون همینه؟ اسکلیتون توی اتاق خودشون بودن دکتر، نکنه منظورتون ایشون بوده؟ هممون تو اتاقمون بودیم. حالا فهمیدم. صابونه حاضر نیست؟ نه، من رفتم حمام گرفتم، بیرون کثیف شده بودم. صبر کنین، ما یه چیز رو فراموش کردیم. عروسک‌ها رو در قفله، کلید کجاست؟ از جیب راجرز برداشتم. دو، سه، چهار، پنج، شش. یکی دیگه هم شکسته، درم قفل بوده. حالا فهمیدم. نه فهمیدم. تا حالا شنیدین میشه زنبور کسی رو بکشه؟ نه، چطور؟ شش سرخ پوست کوچولو با چندو بازی میکردن، زنبور یکیشون رو زد و بعد شدن پنج تا. مسخره است، راجز تنها مستخدم این خونه بود، حالا ما حتی نمیدونیم مربا کجاست. مواظب زنبور باشین. مواظب اون مرد جوان باش. البته خانم برنج، من مواظب همه هستم. وجدان پاک بهترین سلاحه. اینجا وجدان پاک پیدا نمیشه. افسوس که بیگناهی همیشه مخور جنایته. انگار آقای اوون داره صحبت میکنه. من با نظرش در مورد مجازات گناهکارا موافقم. در مورد تهمتی که به شما زده بود چی؟ نمیدونم این تخم مرغ تازه است یا نه. حرف بزنین خانم برنج، شما مسئول قتل برادرزادتون نیستی؟ این حرفای ما شایعه است. برادرزادم خونه بدی داشت، البته از طرف مادری. دوچار جنون شده بود و طبعا باید منم میفرستدمش یه آسایشگاه.
امیدوارم این تخم مرغ فاسد نباشه. چه بلایی سر پسر اومد؟ من دیگه هیچ وقت ندیدمش. دیوونگیشو با در زدن خودش کامل کرد. فهمیدم. فهمیدم که مجسمه رو شکسته. راجرز. اولا اون کلید اتاقو داشت، درسته؟ بی سر و صدا اومده و این عروسک رو شکسته. بعد دوباره در رو قفل کرده. اون وقت برگشته انبار یه خود چوب خورد کرده، درسته؟ و بعد چی؟ لابد تبر رو برداشته و خودش همونجور که دکتر گفت زده توی سرش، درسته؟ نمیدونم تو چطوری کارگاه شدی بلو، حتما دوره دیدی. هر کسی میتونست از توی خونه بدون جلب توجه بره بیرون، درسته خانم برند؟ کاملا درسته. قاتل راجرز رو بیرون میبینه و اونو میکشه، بعد کلید از توی جیب قربانی بر میداره. بقیهش هم دیگه معلومه. بله، ولی کلید که آخر سر توی جیب راجرز بود. البته قاتل برگشته کلید رو گذاشته توی جیب راجرز و رفته توی اتاقش خوابیده. جا شاید هم رفته بیرون یه خورده پیاده روی کنه. میبخشید خانم برنت. کسی بازم چایی میخواد؟ لامبار چیه بلو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خودت صدام کردی، یادت رفته؟ آره درسته. من که گیج شدم، ولی فکر نمیکنه قاضی خیلی چیزا میدونه. همچی کارا رو تعریف میکنه بس که خودش هم تو صحنه جنایت بوده. رفیق عزیز، به نظر من تو هیچ شانسی نداری. منظورت چیه؟ قدرت تخیل نداری. قاتل باهوش مثل اون هر وقت که بخواد میتونه راحت کلکت رو بکنه. هیچ مردی نتونست حریف من بشه تا حالا. خب زنش تو؟ بله، آدم نباید به زنها اعتماد کنه. رفتار خانم برند خیلی عجیبه. نمیدونم چرا قبلا متوجه نشده بودم. امروز رفتارش تو آشپزخونه خیلی عجیب بود. خب رفتار هممون عجیبه، ولی تا حالا مدرکی نداریم. طرف رد پایین نذاشته. اتفاقا گذاشته. اینو چی میگی نه؟ میگفت اینا رو از دریا گرفته که از روی طرحش برای بافتنی استفاده کنه. این دفعه دیگه قاتل رو گیر آوردم. خودشه، سر زندگیم شرطی بندم. بلا، صبر کن، بذار میس کلیتون صداش کنه. اینجوری کمتر شکش میبره. خانم برند؟ میس برند؟ زنبور معمولیه میس کریتون. هیچ، فقط یه علامت کوچک روی یاد. اینم زنبورتون دکتر. یه نفر از توی شیفم برداشته. اینجا که نیست، خودتون نگاه کنید. چه سمی بهش تزریق شده؟ فقط میتونم حدس بزنم، ولی میدونم که قوی بوده. مرگش به احتمال خیلی زیاد فوری بوده. ولی اون زنبوری که تو اتاقش بود، سلیقه هنرمندانه قاتل بوده. میل داره جزء به جزء اشیا رو دنبال کنه.
دیوونه است. هممون دیوونه ایم. ها لطفاً منو قاطی نکنین. چون هنوز فکرم درست کار میکنه. 5 نفر از ما باقی مونده. و قاتل یکی از ما 5 نفره. برابر این بیدفاع موندیم. بیدفاع؟ از کجا که یه نفر از ما هفتیر نداشته باشه؟ باید موافقم بلو. بله از کجا منو؟ من از خودم یکی مطمئنم که ندارم. چون حمل اسلحه خلاف قانونه. شما چطور دوست؟ اوه معلومه که ندارم. منو بگردین آقایم. خواهش میکنم. میز کلیتو؟ کاش که داشتم. حق با شماست میز کلیتو. اینجور موقعا به درد میخوره. حالا وقتی درست نمیدونه کجا داره میره باید خیلی احتیاط کنه. تو چرا به ما نگفتی با خودت هفتیر داری ها؟ هیچ کس ازم نپرسید. بیان جیباشو بگردی. وقتتون رو تلف نکنین. من میدونم کجاست. شما الان گفتین یکی از ما 5 نفر قاتله. اگه جای شما بودم نمیذاشتم بلو به اون هفتیر دست بزنه. اینجا که نیست. درست بگرد ولو باید اونجا باشه. زودی باشه بگردی. نه من ورش نداشتم ولم کنی. پیشش نیست. باهاش چی کار کردی؟ خودت باهاش چی کار کردی؟ کجاست؟ کی ورش داشته؟ کسی که بتونه جواب این سوالو بده. معلوم علاقه به حرف زدن نداره. درست توی همچی موقعی؟ بازی های ذهنی همیشه به آرامش فکر کمک میکنه. مطمئن ترین کار اینه که از توی اتاقت خارج نشی و درم قفل کنی. تو خودت چی؟ من حاضر نیستم با هیچ کدوم از اونا تنها بمونم. برای چی؟ برای تو عجیب نیست که هر وقت شخص سالسی حضور نداره فوراً یه اتفاق ناخوشایند میفته. آقای اوون ترتیب میده که همیشه با قربانش تنها بمونه. ولی وقتی نفر سومی هم باشه اتفاقی نمیفته. از این که الان من و تو تنهاییم احساس ناراحتی نمی کنی؟ ولی ما تنها نیستیم. از آقای بلو خواهش کردم مواظب ما باشه. شخص سالس من اونه. میزنم. اینم یه بدشانسیه دیگه. موتور برق عیب پیدا کرده. الان باتری ها خالی میشه. باید امشب هر طور شده تمام چراغای خونه روشن باشه. من میرم یه نگاهی به موتور بکنم. بذار روشن باشه دکتر. خاموشش نکن. جریان چیه که همیشه شما برنده میشین؟ شما از کنار پنجره دور شدیم و من تنها مونده. من دارم میرم طرف انبار. شما بهتره بره تو اتاقتون رو درم قفل کنیم. حتما. میس کلیتون کجاست؟ نمیدونم. بلو کجاست؟ داشت میرفت طرف انبار. انبار؟ چی شده دکتر؟ فهمیدم. من و شما الان تنها هستیم. لامبرد! بیانجا! بیانجا! کجاست؟ کی؟ میس کلیتون جواب بده. چه میدونم کجاست؟ نزدیک نیا. اگه جواب آوندی مطمئن باشی میکشم. اگه از جا تکون بخوری با این میزنم. دکتر خواهش میکنم به این کاری نداشته باش. اگه تو آقای اوبن هستی خب اقلا به من بگو. من یک کلمه به بقیه نمیگم. باور کن با این حرفا منو گول نزن. اگه تو میخوای بقیه رو بکشی من دخالتی نمیکنم. هیچ حرفی هم نمیزنم. حتی اگه به من کاری نداشته باشی کمکتم میکنم. ببین من به تو اعتماد دارم.
تو به من اعتماد نداری؟ آم چرا؟ آه پس دیگه اشکال به من نزدیک نشو کلن. اینجوری بازوت خسته نمیشه؟ نمیخواد غصه منو بخوری. اگه همون تو چه گفتی میسکلتون توی اتاقش باشه رفتار هر دومون احمقانه. با این حرفا گولتو نمیخورم. راست میگی، از اینجا برو. صدای پا میاد. میس کلیتو، مگه بهتون نگفتم برین تو اتاقتون؟ من داشتم دنباله. خب ما رفتیم، تو هم بهتره بیاید. بیا برین. ای با شما هم سم کنید، خیال میکنیم من بی خودی اومدم اینجا. مگه تو چیزی از برقم میفهمید؟ نشو، حالا فهمیدم. به من نزدیک نشو. ما نباید تکون بخوریم. منم موافق هستم، وامیستیم تا برق بیاد. فکر میکنین برق بیاد؟ چرا نیاد؟ بی خودی قطع نشد. یه نفر میخواد امشب این خونه تاریک بشه. کی؟ همون که ازش میترسیم، ولی با این کار مرتکب اشتباهی شد. مسلمن این حقه خاموش شدن چراغ تقصیر من و شما نبود. حالا من و شما میتونیم به همدیگه اعتماد کنیم. صحیح، فهمیدم. پس قاتل میخواسته ما از همدیگه بترسیم، ولی حالا من و شما میتونیم با هم متحد بشیم و قاتل رو پیدا کنیم. We no longer have anything to conceal from each other, have we? Just what I was thinking. Oh, I needed that. حالا حالا میتونیم حقیقت رو به هم دیگه بگیم، تمام حقیقت رو. کی میخواد اول از همه حرف بزنه؟ بسیار خوب، خودم شروع میکنم. همونطور که میدونید آقای اوون گفت که من مسئول مرگ شخصی بودم به اسم ادوارد سیتون. این حرف کاملا درسته. سیتون مرد بیگناهی بود و زندگی محقری داشت. منم باش دشمنی نداشتم، بلکه فقط میخواستم شهرت وکیل مدافعش رو خراب کنم. وکیل محاکمه رو باخت و موکلشم زندگی خودشو. دکتر حقیقت رو به ما بگین. سرنوشت ما به همین بسته است. من به این موضوع معتقدم. The gramophone record did not lie. I operated on Mrs. Cleese. اون صفحه گراموفون دروغ نمی گفت. من گناه کردم، ولی نه قتل. Not of killing. ما با این حرفا به جایی نمیرسیم. بنشینین آقای برو. ما از همین راه به نتایج خیلی مهمی میرسیم. درسته میگم دکتر؟ اگه من جای شما بودم حتما حرف میزدم. من هیچ کس رو نکشتم. خب اسمش چی بود آقای برو؟ قبول دارم که جیمز لاندو بیگناه بود، ولی با دار و دسته ما مخالفت میکرد. با شهادت من محکوم به حبس ابد شد. فقط همین. ولی لاندو تو زندان مرد، درسته میگم؟ معلومه که مرد. من از کجا میدونستم به اونجا میکشه؟ خود شما چی آقای لومبارد؟ چه بلایی سر اون بومی های بدبخت تو آفریقای جنوبی آوردین ها؟ عصبانی نشه بلو. آقای لومبارد نمیتونه منکر این اتهامات بشه. این اولین حرفتی که باور میکنه. شما دارین میرین میس کلیتون؟ اگه اشتباه نکنم دارین میرویم. من خیلی سردم شده. اگه میل دارین قبل از ادامه صحبتمون بخاری رو روشن کنیم. ولی برای این کار باید رفت از بیرون چوب آورد، درست مثل راجر. نه بهتره برین یه چیزی تنشون کنیم. متشکرم. شما هم اینجا باشین آقای. اگه هممون توی این اتاق باشیم اتفاقی برای ایشون نمیافته.
چی شده؟ اسکلیتون برو اسکلیتون برو. من نمردم. منو کجاست؟ من از کجا بدونم؟ خودت این مدت کجا بودی؟ رفتم توی اتاق این شمع رو بیارم. تو کجا بودی؟ من دنبال چراغ قوه میگشتم. پس بلو کجاست؟ بلو تو اتاق من چی کار میکنی؟ اتاق توه؟ حالا فهمیدم چرا چیزی گیر نیفتاد. صورتت چی شده؟ یه نفر محکم خورد. صدایی نشنیدی؟ آره مثل صدای تیر بود. یه نفر بهم ترزه که خوردم زمین. صدایی هم نشنیدم. شمدونه؟ ویرا 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 نه ترس دختر بگو چی شده؟ تو اتاق من بود. کی؟ حس کردم گمانم میخواست با دستش خفم کنه. کی بود؟ من نمیدونم. شمام خاموش شدن. همین الان میفهمم. شم بیاریم. علف دریایی؟ حالت یه دست سرد داشت. پس میسکلیتون خورده به هم اینا. کی اینا را آورده اینجا؟ بپرس کی اصلا اینا را آورد تو خونه؟ خانم برند. دکتر تو مطمئنی که خانم برند؟ انگار یه قرنه که مرده. قاضی کجاست؟ خیلی عجیبه. من و اون با هم اومدیم بالا. منم دیدم روی پله هم پشت سر من بود. آره حتی من خوردم بهش وقتی صدای تیر رو شنیدم. تیر؟ چی بهت گفتم؟ چی؟ قاضی خیلی چیزا میدونست. تو گفتی صدای تیر شنیدی؟ آره خب دیگه تو اون شلوغی یواش از پله رفته پایین. اگه اون پایین باشه جواب سوالمونو گیر آورد. من میرم پایین پیداش کنم. منم میام. هفتیر منه. چه راحت پیدا شد. خیلی خوب آقای قاضی بیا بیرون. خیال نکنی نمیبینمت. یه تیر درست خورده وسط پیشونیش. فقط هم یه تیر شلیک شده. نفر بعدی کیه؟ یه نفر دیگه معلوم شد بیگناه. ولی چه دیر. قاضی جواب معما رو فهمیده بود و برای همین هم باید ساکت میشد. کی ساکتش کرد؟ کی؟ مگه یادتون نمیاد؟ یه نقصه حساب کنین خانم کلیتون. به محض اینکه قاضی خواست از شما سوال بکنه ظاهراً برای آوردن پالتوتون اومدین بالا، درسته؟ بله. وقتی اون در رو باز کردین باد شمها رو خاموش کرد و علفها خورد به صورتتون و شما فریاد زدین، درسته؟ بله. وقتی ما اومدیم این بالا شما رو اون طرف پیدا کردیم. برای چی رفتین اونجا؟ نمیدونسته چی کار میکنه. دست پاچه شده بود. موافقم. ولی اگه میس کلیتون فریاد نزده بود ما هنوز توی نهارخوری بودیم و قاضی هم زنده بود. سب کنیم ببینم. بی خود اونو متهم نکنین. یه نفر دیگه تیرو شلیک کرده و شما میس کلیتون رو مقصر شما تون نرین. آقای لومبارد همه ما میدونیم که قاضی داشت موفق به کشف بزرگی میشد. ما از کجا میدونیم چی تو ذهن قاضی بوده؟ من میدونم. به من اعتماد کرده بود. حقیقت، تمام حقیقت. میس کلیتون شما مرتکب جنایتی که اوون بهتون نسبت داده شدین یا نه؟ نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. ولی مجبورین. ما همه به خطاهای خودمون اعتراف کردیم. هممون به جز شما. جواب منو بده دخترم. شایدم تو واقعا اون پسره رو نکشته باشی. اگه بگم کار من نبوده حرفمو باور میکنین؟ متاسفانه باور میکنم.
من کسی رو نکشتم. لطفاً دیگه هم ازم سوال نکنین. متوجه نیست این حقیقت میگه؟ ولی اتفاقاً اشتباهش درست همینه. من که نمیفهمم. میفهمین آقای لومبارد، میفهمین. نظر آقای اوون چی بود؟ اوون ما رو آورد توی این جزیره که مجازات گناهان گذشتمون بدیم. درسته. ما 3 نفر به گناهان خودمون به اصطلاح اعتراف کردیم. درسته. بنابراین ما ها کسی نیستیم که بخوایم گناهکاری رو مجازات کنیم. درسته. نتیجه؟ اوون کسیه که در گذشته مرتکب هیچ جرمی نشده. حالا فهمیدم. قاضی آدم باهوشی بود. حیف نتونست خودش نجات بده. بله، ولی ما رو نجات داده. فعلا هم مسئله مهم همینه. بله. حالا متوجه شدین آقای لومبارد؟ آو مرکز، یه جور استنتاج ریاضی. چیکار داری میکنی؟ نه دستت هم نباید باشه. حالا دست هیچ کس نیست. بگیر همه چیزو کردین؟ هممون میتونیم بخوابیم. من که رفتم بخوابم. شب بخیر آقایون. دکتر، در تئوری شما یه اشکال هست. میتونم در 4 کلمه ردش کنم. میخوام بشنوین؟ فرض کنیم بگم من آقای اوون هستم. اینجوری خیلی جالب میشه، ولی امکانش کمه. اشکال تو اینه که هیچ کس حرفتو باور نمیکنه. حیف شد، میخواستم بهتون کمک کنم. شب بخیر، خوب بخوابین. خدا کنه بتونم. من حتما میتونم. چراغت خاموش شد. چرا؟ میخواستم پیشت باشم که از اوون استقبال کنم. تو شانس بودی که تو اتاقی و کلیدم بیرون، چون دسترسی بهت آسونه. نه واتلیا دکتر یاد بلو، اگه اشتباه نکنم هر لحظه ممکنه یکیشون از اون در وارد بشه. از کجا بدونم که قاتل الان اینجا نیست؟ تو اگه من قاتل میدونستی پنجره رو باز نمیکردی. خود من چی؟ تو اونقدر باهوش نیستی. هر کسی دیگه جایته بود با اتفاقی که تو این خونه افتاده به گناه گذشتش اعتراف میکرد که بهش سوء ظن نبرم. مطمئنی تو اون پسره رو نکشتی؟ بارکلی رو؟ شاید فراموش کرده باشی. یا همچین کسی وجود نداشته؟ چرا وجود داشته؟ پس شاید کشته نشده باشه. چرا؟ کشته شده به دست کسی که به تو نزدیک بود؟ تو مورد سوء ظن بودی؟ قاتل اصلی چه نسبتی با تو داشت؟ قاتل خواهرم بود. الان مدت هست اونو ندیدم. پس آقای اوونم ممکن اشتباه کنه. تو نباید می اومدی اینجا، چون تو قبلا مرتکب جرمی نشدی. خجالت نمیکشین راجع به خودتون اینجوری حرف میزنین آقای لومبارد؟ به من نگو آقا. نمیخوادم بگی لومبارد. بذار یه چیزی راجع به آقای لومبارد بگم، یه چیز دیگه که آقای اوون هم نمیدونه. باید بهش فرصت بدین وارد بشه.
مجبور نشدی تیراندازی نکن. یادم نبود قفله. هفتیر تو بگیر. باشه پیش تو، شاید به دردت بخوره. ممکنه تو رو بکشه. اگه همچی کاری بکنه مرتکب اشتباه بزرگی شده. موضوع دیگه چه نمیدونه اینه که من آقای لومبارد نیستم. اونی که تو اتاقش نباشه. باشه در رو باز کن. چطوری از اتاقش اومده بیرون؟ کاری نباشه دنبال من بیا. دکتر نیست؟ حالا دیگه میدونیم کاری که باید فوراً بریم پایین. بیا بلو باید بگیریمش. از کجا بدونم خودتو نباشی ها؟ مخنشو بلو، ما وقت زیادی نداریم. آره زندگی خیلی کوتاه. آقای لومبارد تو اتاق من بود. صحیح، حالا فهمیدم. لومبارد خیلی سخاوتمنده. چه هدیه‌ای بهتون داده. اول شما بری. بیا برو. ممکنه حقیقی تو کار باشه. درسته بلو، شاید تو خونه هست. یک، دو، سه. سه تا سرپوست مونده. دکتر میخواد ما فکر کنیم مرده. این دفعه حقش نمیگیره. دیگه نمیتونه گولمون بزنی دکتر آرمسترانگ. این صدا از کجاست؟ اون پایین چیکار میکنی؟ گمونم فهمیدم دکتر کجاست. کجاست؟ هنوز مطمئن نیستم، منتظرم شما هم بیان. باشه همین الان میایم. حالا فهمیدم. وقتی نمیدونی چی بیرونه فکر نمی کنی بی احتیاطی باشه در اتاق تو قفل نکنی؟ صدای پا تو شنیدم.
پس تو هم شنیدی؟ از جلوی اتاقم رد شدی. من نبودم. منم فکر میکردم توی تو این مدت از اتاقت خارج نشدی؟ منم میخواستم همینو از تو بپرسم. بعید نیست آقای بلو برگشته تو اتاقش. نه من در اتاقشو زدم. من یه صدای دیگه هم شنیدم. صدای به هم خوردن در؟ درسته. پس تو هم شنیدی ها؟ موضوع چیه؟ درست نمیدونم. یه احساس باطنی به هم میگه تمام مدت یه نفر ما رو میپاد و موازی بمونه. آره منظورتو میفهمم. مربوط به اعصابته. بته. من خیلی میترسم. به خودت مسلط شو عزیزم. اینجا هیچ چیز ماورای طبیعی نیست. همش کار یه انسان. یعنی کار دکتره؟ دکتر دیوانه. یعنی هنوز اینجاست؟ به زودی میفهمیم. حتما داشته اون طرف رو نگاه میکرده. هم موقعی که سرگرم بوده دکتر آرمسترانگ همون صدای پای که هر دو شنیدی. اونا به چی نگاه میکردی؟ چی میبینی؟ موضوع چیه؟ این غیر ممکنه. بذار منم ببینم. حتما میبینی. همراه من بیا. چی شده به منم بگو. چندین ساعته که مرده. چندین ساعت؟ جسدش تو آب بوده. چون جای پایی دیده نمیشه. اگه اون اونا رو کی کشت؟ منه. تو این جزیره فقط دو نفر زنده هستم. تو؟ و تو. پس داغ تموم میشه به من. اینجوری تموم میشه؟ حالا حقیقت رو فهمیدم. من حقیقت رو تمام. به من نزدیک نشو. صحیح. برای اینجوری درست نیست. چون با شعرت جور در نمیاد. بی خودی ذهنم رو منحرف نکن. تو یک اشتباه کردی. اونم دادن این هفتیر بود. برای من مردن مهم نیست. ولی هیچ دلم نمیخواد به جای یه نفر دیگه ببینم. مگه نگفتم من لومبارد نیستم؟ پس اسم چی؟ چارلز موری. تو نمیتونی کاراگا بشی. به محض این که وارد اینجا شدیم بلو حرف اولی اسم روی کیفم دید. چرا به اسم دیگه اومدی اینجا؟ من لومبارد خوب میشناختم. اخیرم خودکشی کرد. میخواستم بدونم نامه آقای اوون با مرگش ارتباطی داره یا نه. انتظار داری باور کنم؟ خب معلومه. چون در غیر این صورت باید باور کنم یکی از ماها آقای اوونه. میدونم من نیستم. نمیتونم باور کنم تو باشی. سعی نکن منو گول بزنی. منم از خودم مطمئنم. حتما تو هستی. امکان دیگه ای وجود نداره. اگه اینقدر مطمئنی خیلی خوب منو با تیر بزن. دیدی خودت هم شک داری؟ اگه به هم نزدیک بشی شلیک میکنم. نه نمیتونی شلیک کنی. هم تو به من اعتماد داری و هم من به تو. این مسئله حتما جوابی داره. آره فهمیدم. باید منو با تیر بزنی. شلیک کن. به هیچ که نمیخوری. نه بایدم بخوره. شلیک کن. برای نجاتمون لازم کن. Thank you.
این یه بازی فکری میس کلیتون. شما درست موقع آخرین ضربه رسیدین و حالا بازی تمام شده. یک سرخپوست کوچولو که تنها مونده بود رفت خودشو دار زد و سپس هیچ نبود. این مال شماست میس کلیتون. اگه من نخوام خودم رو دار بزنم چی؟ ترتیب این کارم داده شده. اجازه میفرمایید بشینم؟ هر هنرمندی کم و بیش خودپسندیم داره. ما هنرمندا به تشویق تماشاگرامون محتاجیم و شما آخرین تماشاگر منین. من فقط یک هدف اساسی داشتم و این هدف اجرای کامل عدالت انسانی بود که این هم نتیجه شه. برای رسیدن به این هدف باید یک همدست بیگناه پیدا میکردم که مجازات جنایتکارها رو برام آسون بکنه. این آدم باید احمق ولی محترم میبود و طبیعتاً کسی رو انتخاب کردم که میدونستم ترسش از مرگ باعث میشه با من همکاری کنه. و بعد برای تشویش ذهن شماها آقای اوون رو خلق کردم. با وجود این آدم خیالی باید خودمم قربانی میشدم. اون علف ها یادتونه؟ اونا رو من و آرمسترانگ توی اتاق شما گذاشتیم. فریادتونم خیلی به موقع بود. ما تظاهر کردیم اومدیم به کمک شما ولی در حقیقت دنبال اجرای نقشه هامون بودیم. اون وقت همه خیال کردن من مردم. با گلوله هفتیر آقای لومبار که ازش امانت گرفتیم. شما هم بعدن هفتیر رو روی پله‌ها پیدا کردیم. من روی دو چیز حساب کرده بودم: آشفتگی و هراسی که تاریکی به وجود میاره و از اون مهمتر همکاری مطلق و معصومانه دکتر آرمسترانگ. هیچ کدوم از شما هم وقتی که دکتر گفت یه تیر خورده درست به پیشونی من شکی نکردید. بعد از اون نقش من شروع شد. اونم چه نقش جالبی. دیگه کسی به من زنی نبود، به خصوص دکتر. دکتر فکر میکرد منم دارم دنبال قاتل ناشناس میگردم و کنار ساحل منتظرم بود. این کارش خیلی به موفقیت نقشم کمک کرد. چند لحظه بعد اونم دیگه نگرانی نداشت. عدالت یک بار دیگه پیروز شده بود. تمام جریان بدون کمترین اختلافی مثل اون شعر پیش رفت. میبینید که تمام جریان بدون کمترین اختلافی مثل اون شعر پیش رفت. وقتی قایقران برگرده اینجا با 10 جنازه تو جزیره سرخپوست و معمایی روبرو میشه که هیچ کس قادر به حلش نیست. 10 نفر؟ دختر عزیزم، من دیگه پیر و مریضم. 1 سال پیش بهم گفتن میمیرم، ولی به جای اینکه به مرور و همراه با درد بمیرم تصمیم گرفتم روزهای آخر عمرم و صرف یه کار خوب و شریف بکنم. چطوری منو مجبور میکنین خودم رو دار بزنم؟ تنها فرد زنده ای رو که اینجا با جسد 9 نفر پیدا بکنن بدون شک دارش میزنن، درست مثل آخرین بیکتشه. حیف از شما نیست دارتون بزنن. بهتون دوستان توصیه میکنم خودتون این کار رو بکنین. همین الان راحت تره. محترم مال سرم هست. دیگه کارمم تموم شد. به هیچ زنی نباید اعتماد کرد. از نصیحتتون متشکرم آقای اوون. ولی اگه من به تو اعتماد نکرده بودم تو هم به من اعتماد نمی‌کردی. راستی چرا به من اعتماد کردی؟ خودت تو چی؟ On account of one thing Mr. Owen couldn't foresee. جب بخیر. می‌فرمایید بریم؟ البته. تو بگرم حاصل شده؟ برو صداشو کن. فیلم های دوبله دیگر در وبسایت مشهد فیلم.